هلاخای امروز به عزت هشم هلخوت شبت هنوتن سیپورنب او سعرو او سفامو او زغنو هرز تلدت گزز و خیاب. کسی که میاد توی شبت ناخونشو میکنه میچینه، موشو میکنه میچینه یا ریششو یا سیبیلشو، این ملاخای گزز پشم چیدن در شبات رو انجام داده و این خیابه و لالنو و هو شیطول اتام که درخ نتیلاتام، این طریقه یه که طریقه نرمالش باشه که شخص بکنه. اوکی؟ به طور مثال با موچین به کلی اول این نتلا بیادو، ولی اگه با دستش کرد، اگه با دستش این موه رو کند به نظر میاد که با دست طریقه نرمال نیست. بن ایم ناتن لو بن ایم آسا کن لآخر، چه خودش کن چه داد یک کسی دیگه بکنه پاتوره. اجازه بدید اینو جواب بدیم یعنی چی. کیوان شئنز درخ نتیلاتام و اینو آسور الا میشوم شبود، ولی خخامیم اومدن آسور کردن. مینه تورا اگه نفر موچینو بگیره قیچیو بگیره باعث بشه که موش کنده بشه، این خطا کرده، این خیلی شبات کرده. ولی خخامیم گفتن نه، حتی اگه با دستم کندی این درست نیست. برای همین میگن که آدم توی شبات دست به ریشش نزنه، دست به خیلی موهاش رو جمع و جور نکنه که یه وقتی باعث داشته که دست که موه رو بکنه. به خن هر خود اون که خیلی پرابلمه، ناخون کندن هم با دندون هم، اینم بعضیا میگن که کسایی که ناخون با دندون میکنن این شاید یه مقدار از نظر اعصاب و اینا یه مقدار بعدش بیشتر آرامش عقلش با خوبشون بده. این خب شبات هم نمیشه ناخون کند با دندون. بخن ولی من چیزه دند فکر کنم دندون طریقه نرمالشه نه تو هفته هیچیش نورمال نیستین که بیانی آنو بکنیم دنه. نمیدونم با دست میشه ناخون کن، نمیدونم شونه کردن بعد آدم از شونه استفاده بکنه که دندونهاش خیلی درشت، دندونه درشت باشه، دندونه ریز نمیشه. اوکی. و خن اخوتخ یولت میگوفو بن به یاد بن به کلی پاتور. کسی که میاد با دستش مو رو میکنه یا با یک ضعفی باعث میشه بکنه، این پاتوره از تورا، به خاطر اینکه گفتیم اصل اون خطاش با یک وسیله موچین یا قیچی، ولی خخامیم گفتن نکنه. بن ایم خوتخ لو او بن خوتخ لخه، چه خودش چه دیگری باش بکنه. اموتار موتا لختوخ یولت به بیت همیقداش کده شیه کاشل لعودا شکوز منشش لو ایوتل پسول به دوغا کش خوتخ. ولی در بیت همیقداش که اون احتیاج بوده که اون بچینن برای کار بیت همیقداش، این موتار بوده به ید حتی نه ببخشید با دست موتار بوده، اول لو به کلی نه به در بیت همیقداش، با کلی نمیتونستن از ضعف از اون وسیله مخصوص موچینی استفاده کنن. میپنه شهو شبود خامور شلو هیتی رو به مقداش پشپچیدن در شبات توی بیت مقداش یا در مشکان مجاز نبوده. و ایم هایتا یوشا و این لو شبود خامور خوتخا و ملاخن خوتخا اف به کلی و اوبد عبودا و این هایتا یوشا. و اگه این موه یه مقدار حالت موه خشک شده داشته باشه، اون موقع است که اجازه میدن با کلی با یک وسیله ای اینو جدا کنن و باش عبوده انجام بدن. این توی بیت همیقداش بوده. بله میگه که ولی اینجا هارنبا میفرماید که پشپچیدی تو شبات نمیکردن مگر اینکه یک موی بوده که آرده خشک شده بوده که اینو بعدش میکندن، شاید یک لوی بوده
یه سری بوده دقیقا یادم نیست کدوما دقیقا بوده، مثل اینکه همه هم نبوده، بله فکر میکنم همه بوده. هنوته شتس اروت خیاب میشوم گزز، کسی که دوتا مو در شبات میکنه یه حالا خواهی دیگه مونده، این عویرای مرچیدن انجام داده. یعنی چی؟ توضیح میده. هنوته سارو به کلی، کسی که میاد از وسیله استفاده میکنه که این وسیله مخصوص مرچیدنیه، این عویرا میکنه. چه موقعی؟ موقعی که ایتول و یه خیاب شته سارو، موقعی که دوتا مو رو توی شبات جدا کنه. یعنی میفهمید یک مو عویرا نشده؟ میفهمید اول ایمناتن رق سعر آخد اینو خیاب به قربان خطات نمیشه، او میکل مقام آسور میدین خستی شور، هنوز طبق حلاخا آسوره، ولی آیا قربان خطات بر بیاره؟ نه. خب این البته در زمینه کسی که تصادفی در این کار میکنه، قربان خطات رو کسی میاره که تصادفی بوده، کسی که عمدی میاده خطای میکنه این قربان خطات کمکش نمی کنه. کسی که اتشوار میخواد بکنه باید خطبی قربانی میده یا نه؟ بله، این مزید قربان خطات نمیارن، شوگه قربان خطات میارن. این مزید لعالنو کارت و تشوبه و چیزای بعد تشوبه بکنه که کارت و چیزای دیگه نیاد روش. و این لقاخ یا سب بکنه بعد از تشوبه، اینا یه سری خطا بوده که با یوم کیپور پاک میشده. و این لقت سعرات لوانات میتوخ شخورات، اگه موهای سفیدشو از موهای سیاه داره جدا میکنه که داره در شبه صحبت میکنه که نشون نده که خیلی پیر شده. افیلو ناتن رق سعرا اخد خیاب، حتی اگه یه دونه مو هم بکنه خیابه تو شبات. بعد از خوب داری جدا میکنی؟ خب این واسهش بده، شما میگید برر، داری میگه برر میکنه. خیلی جالب. میپنه شهی ملخا خشوبا، اینجا نمیگه برره، به خاطر اینکه این خیلی براش مهمه. این یه دونه تمام ریشش سیاست، یه دونه موی سفید میشه شاخ شمشاد زده بیرون. اینو میخواد بره لالنو و همینان بکنه، همین یه دونه کندنه خیابش میکنه. سو میفرماید اینجا میدونید که اصلش این بوده، منوخای شبات کم میشه واقعا اگه آدم اینجوری عزتش بکنه، خیلی نه جلو آینه. آقا نمیده بهتره رو آینه اصلا نمیده واقعیتشو میخواید بدونید واقعیتشو، اصلا آینه جزء تخشیتیم خانوما بوده، یعنی آینه واسه آقایون نبوده. هنوز هستن خخامیمی که جلو آینه نمیان، خیلی وقت نمیان جلو آینه. هراب سیگال آلا و شلوم که ایشون خافستخایم هریتیج فاندیشن که اینقدر فعالیت بکنه به خاطر اینفلوئنس ایشونشون تو انگلیس زندگی میکردن. هاراف سیگال خیلی هم سال پیش نبوده، جلو آینه ایش و خودشو نمیدیده. یه عکسشو میارن جلوش، میگن این عکس شماست، نه نمیگن این عکس شماست، عکسو میبینه میگه این شبیه شخص صدیقیه. میگن خودتی حرف سیگال علاوه شده خودتی، نده بوده جلو آینه خودشو نده بوده. اوکی بله سیپور نشه بروش. میفرماید محفیل خواهیم بله سیپورن شپرشاب روبا وخن سیسین شل اور شساوی و سیپورنیم شپرشون روبان و هم خوباریم لگوف ریش، که اینا که به بدن وسته یا سیبیل این ایستون میده او راجان نقدم لگمله کیوان شنیتلو روبان و هره هن کروشیم و لخن ایم پرشو پلگه معلا و یش عمریم شاکوانان رسد
ראשי אספורטיו ויש אומרים לצד הגוף והם מסודות אותו מותר ליטול אותם בידו אבל לא בכלי נה, אם דרך סובת ביקונה מועי כרוי انگشت آدم یا روی دست آدمه که اینا رو میخواد اینا کندن اینا راحت تره تا موی سر و صورت موتا لیتول اوتان بیادو اینا هرنبا میفهمد توی شبار طبق تورا اینا رو میتونی با دستت بکنی موی روی مثلا کف دست یا روی انگشتا دامی کف دست از چه بیوست زیرا کف دست نداره خیلی عمیقه می فهمید بله مستحر رود اوتو و عزتش بکنه میگن عزتش بکنه این موه بله این هلاخا نیست این طبق توراست مویی که عزت میکنه شخصو موتال لیتول اوتان بیادو اولو بکلی میتونه این موه رو با دستش بکنه ولی نه با وسیله و این بکلی و اگه اومد با کلی اگه اومدش با موچین کن پاتوره یعنی چی پاتوره و این اینان نتلا بکلی پاتور و این اینان مثل اروت اوتو افیلو بیاد اصور اگه عزتش نمی کنه این حتی اگه با دستش هم این موه رو کن میده ربانان آسوره اوکی؟ بعد موی باشه که خیلی آدم رو عزت میکنه خونه حاجتی اگه پوست دست باشه مثلا بقل ناخونه بعضی موقع یه ذره پوست دست میشه ناراحت میشه آقای داوید چون یه روز دیر رسیدی صحبت کردیم بله و این لو پرشور روبان و میفهمید افیلو مسائرات اوتو اصول انتان بیادو میکن مقام ایم نیتلان پاتور شن زدرخ گزدز لیتول بیاد اگه اومد این موه رو کند که روی دستشه با دستش کند این پاتوره چرا؟ چون که معمولا یه دونه مو رو از دست و اینا با دست نمی کنن با وسیله می کنن و ایم نیتلا بکلی خیا ولی اگه این موه عزتش نکرد و رفتش یه موچین آورد قشنگ اینو از ریشه کشید بیرون اون موقع چی میشه؟ خیابه باروخ ادونا لولم آمین و آمین